با اخباری از تحولات قیام مردم سوریه اخبار این ساعت را ادامه می‌دهیم. یگانه‌های ارتش آزادی سوریه با تهاجم سنگین به نیروهای اسد که توسط شبه نظامیان حزب الشیطان پشتیبانی می‌شدند، تلفات سنگینی به آنان وارد کردند. نیروهای اسد و شبه نظامیان حزب الشیطان با تجمع در ورودی‌های معظمیه شام قصد حمله به این شهر را داشتند که با تهاجم سنگین یگانه‌های ارتش آزادی سوریه مواجه شدند و با دادن تلفات مجبور به عقب نشینی گردیدند. رزمندگان ارتش آزادی سوریه در عملیاتی در شهر کسبه دو تن از فرماندهان شبه نظامیان وابسته به حکومت اسد را به هلاکت رساندند و شماری را نیز مجروح کردند. یگانه‌های ارتش آزادی سوریه در شهرک ملیحه با بکارگیری موشک‌های دستساز اطراف این شهرک را زیر آتش خود گرفتند. همچنین یگانه‌های ارتش آزادی سوریه منطقه تجمع نظامیان اسد در جاده کمربندی جنوبی دمشق را زیر آتش خود گرفتند و خساراتی و تلفاتی به آنها وارد ساختند. روزنامه السیاست چاپ کویت به نقل از یکی از سران ائتلاف موسوم به دولت قانون در عراق فاش ساخت بعضی از سایت‌های سپاه پاسداران در دمشق حاوی سلاح‌های شیمیایی آماده به جنگ است. این سلاح‌ها ساخت رژیم ایران است و ربطی به سلاح‌های شیمیایی انبار شده تحت کنترل رژیم سوریه ندارد. السیاست نوشت این منبع توضیح داد هیئت بازرسان بین‌المللی خلع سلاح شیمیایی قادر نبودند به هیچ یک از سایت‌های سپاه پاسداران در خاک سوریه وارد شوند، کما اینکه تیم‌های بین‌المللی نیز برای بازدید این سایت‌ها درخواستی ارائه نکردند. و آخرین خبر این ساعت، جان کری وزیر خارجه آمریکا در عمان پایتخت اردن با ملک عبدالله پادشاه این کشور دیدار کرده. طرفین در این دیدار پیرامون روند صلح خاورمیانه گفتگو کردند. این هفتمین دیدار وزیر خارجه آمریکا از منطقه خاورمیانه از فوریه به بعد می باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری به طور شخصی تلاش کرده تا مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطین را با وجود اتهامات طرفین مذاکره به یکدیگر بر روی دور بیاندازد. کری پیش از این در دیدار با نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس دولت فلسطین بر مخالفت آمریکا نسبت به شهرک سازی در مناطق اشغالی تاکید کرده بود.